درود یاران همراه. درس 6 از سری درس‌های پرکاربردترین جملات و عبارات‌های آلمانی در زندگی روزمره رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. دقت داشته باشید دوستان، ما در این سری از درس‌ها ساختار، معنی لغات و آن چیزی که شما باید در جمله سازی آلمانی بلد باشید رو به شما آموزش دادیم. اگر درس‌های قبلی این پکیج رو هنوز دسترسی ندارید، لینکش رو در قسمت توضیحات این ویدیو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد که بتونید به اونها هم دسترسی داشته باشید و از ابتدا این پکیج رو دنبال بکنید. بی نهایت سپاسگزاریم برای همراهیتون. ما رو به دیگران هم معرفی بکنید لطفاً. بپردازیم به درس 6 از سری درس‌های پرکاربردترین جملات و عبارات‌های رایج در آلمانی. Sei nicht ängstlich. Sei nicht ängstlich. فعل sei حالت امریه مصدر زاینه. فعل زاین که تبدیل میشه به وار و ایست گوسه. فعل زای حالت زینگولاره، چون همونطور که میدونید افعال در زبان آلمانی وقتی در حالت ایمپراتیو یا حالت امری قرار بگیرن به دو نوع تقسیم میشن: حالت زینگولار یا همون حالت مفرد و حالت پلورال یا حالت جمع. فعل زاین در حالت امری مفرد تبدیل میشه به زای و در حالت امری جمع تبدیل میشه به زاید. در این جمله در حالت امری مفرد اومده. نیست نقش قید رو در این جمله داره و به معنی خیر و نه، یه جورایی منفی ساز این کلمه. و کلمه انگستلیش به معنی دلواپس، نگران، بیم زده. Sei nicht ängstlich. نترس. Sei nicht ängstlich. Haben Sie ein günstigeres Auto? Haben Sie ein günstigeres Auto? از اونجایی که فعل در ابتدای جمله اومده و بعد از اون فاعل اومده، نتیجه میگیریم جمله پرسشیه. haben به معنی داشتن، در حالت پرتریتون به هاته و در حالت پارتیسیپل به hat gehabt تبدیل میشه. زی از اونجایی که حرف اول این کلمه بزرگ نوشته شده در وسط جمله، زی محترمانه است به معنی شما. این یعنی یک. ببینید صفت گینسکی به معنی مناسب و مساعده. این صفت وقتی در حالت کمپراتیو یا اگه بخوایم به فارسی بگیم در حالت برتر قرار بگیره به گینستیگا تبدیل میشه، یعنی از مساعد به مساعدتر تبدیل میشه. گینستیگ مساعد، گینستیگا مساعدتر. اما چون بعد از این صفت ما یک اسم داریم، داس آوتو، اتومبیل، پس صفتی که قبل از اسم میاد باید از اون اسم تابعیت کنه و همانند اون اسم باید صرف بشه. پس به خاطر همین از اون جایی که آرتیکل آوتو داسه، یک ای اس هم به آخر گینستیگا اضافه میشه. گینستیگا یعنی مساعدتر، مناسبتر و اون ای اسی هم که میاد به خاطر تبعیت از اسم بعدیشه، چون همونطور که بهتون گفتم صفات در زبان آلمانی همانند افعال صرف میشن. پس باید اینطوری بگیم که günstigeres Auto. Haben Sie ein günstigeres Auto؟ آیا شما ماشین مناسبتری هم دارین؟ Haben Sie ein günstigeres Auto؟ Hockst du das؟ Hockst du das؟ هوکس حالت دوم شخص مفرد از مصدر فعل هرگنه. فعل هرگن به معنی شنیدن که در حالت پرتریتوم هرگته و در حالت پارتیسیپل به hat gehört تبدیل میشه. ضمیر دو به معنی تو که ضمیر دوم شخص مفرده و کلمه بعدی کلمه داس به معنی این. هرگس دو داس، آیا این صدا رو میشنوی؟ هرگس دو داس؟ Kennt ihr euch؟ Kennt ihr euch؟ Kennt از مصدر فعل kennen به معنی شناختن. kennen kannte hat gekannt. صرف دو زمان مهم این فعل در زبان آلمانی. ihr به معنی شماها. ihr یکی از ضمایر زبان آلمانیه. اجازه بدین ضمایر زبان آلمانی رو یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم. ایش به معنی من، دو به معنی تو، ار زی اس به معنی او، ار یا ار برای او مذکر استفاده میشه، زی برای او مؤنث و اس برای جنسیت خنثی. ویا به معنی ما، ایا به معنی شماها، زی اون زی، زی یکی از زیها به معنی آنها و زی با اس بزرگ به معنی شمای محترمانه. کلمه اویش هم به معنی شماست. وقتی کلمه ایا در حالت آکوزاتیو یا داتیو قرار بگیره تبدیل به اویش میشه که همون معنی شما رو میده. ولی خب به خاطر مفصل بودن این بحث اینجا وارد این بحث نمیشیم و بهش نمیپردازیم. کنت ایا اویش؟ آیا شما همو میشناسین؟ Kennt ihr euch? Magst du Musik? Magst du Musik? Magst از مصدر فعل mögen. Mögen به معنی پسندیدن، دوست داشتن. اگه فعل mögen رو صرف کنیم به این حالت میشه ich mag, du magst, er sie es mag. پس magst برمیگرده به دوم شخص مفرد یعنی دو، دو ماکست. اینجا چون جمله سوالیه پس فعل اول جمله قرار میگیره و جای فعل و فاعل برعکس میشه به این حالت ماکس دو. کلمه دو به معنی تو و موزیک هم به معنی موزیک یا موسیقی. ماکس تو موزیک؟ آیا تو موسیقی دوست داری؟ ماکس تو موزیک؟ Brauchst du irgendetwas? Brauchst du irgendetwas? Brauchst از مصدر فعل brauchen میاد به معنی نیاز داشتن، احتیاج داشتن. Ich brauche، du brauchst. پس به ضمیر دوم شخص مفرد یعنی به دو برمیگرده. دو به معنی تو، irgendetwas به معنی یک چیزی، یک کاری. Brauchst du irgendetwas? آیا تو به چیزی احتیاج داری؟ Brauchst du irgendetwas? Brauchen Sie sonst noch etwas? Brauchen Sie sonst noch etwas? Brauchen به معنی نیاز داشتن، احتیاج داشتن. Sie اینجا از اونجایی که با حروف ابتدایی بزرگ نوشته شده باید به این نتیجه برسیم که به معنی شمای محترمان است. کلمه زونست که در جمله در نقش قید ظاهر میشه به معنی وگرنه و الا، چیز دیگر. نخ به معنی دیگر و کلمه اتواس به معنی چیز. دقت کنید سه کلمه زونست نخ اتواس ستایی با هم دیگه به معنی چیز دیگر رو میدن. Brauchen Sie sonst noch etwas? آیا شما چیز دیگری هم نیاز دارید؟ Brauchen Sie sonst noch etwas? Sprechen Sie unsere Sprache? Sprechen Sie unsere Sprache? فعل sprechen به معنی صحبت کردن در دو حالت زمانی معروف در زبان آلمانی تبدیل به اشپراخ و حتی اشپراخن میشه. زی همونطوری که خدمتتون عرض کردم از اونجایی که حروف ابتدایی این کلمه با حرف بزرگ نوشته شده باید به این نتیجه برسیم که این زی همون زی محترمانه به معنی شماست. اشپراخه با آرتیکل دی یعنی دی اشپراخه به معنی زبان، اما اون زغه اشپراخه یعنی زبان ما. دقت کنید کلمه اونزر با توجه به اینکه کلمه بعدیش یعنی کلمه اشپراخه با آرتیکل دی اومده پس کلمه اونزر هم از کلمه بعدیش تابعیت میکنه و در آخر یه دونه ا میگیره و تبدیل به اونزغه میشه. اونزغه اشپراخه زبان ما. کلمه دی اشپراخه به معنی زبان خب همونطور که میدونید نقش اسم رو در جمله داره. این کلمه در حالت جمع این میگیره یعنی علامت جمع این کلمه اینه. دی اشپراخن یعنی زبان ها. دی اشپراخن. اشپرشن زی اونزغه اشپراخه. آیا شما هم به زبان ما صحبت می کنید؟ اسپرشن زی unsere Sprache؟ Denkst du so? Denkst du so؟ فعل denkst از مصدر فعل denken به معنی فکر کردن اومده که در حالت دوم شخص مفرد صرف شده. Ich denke، du denkst. دو به معنی تو. کلمه زو به معنی اینطور یا اینجور میده. Denkst du so؟ تو هم اینطور فکر میکنی؟ Denkst du so؟ Verstehst du؟ Verstehst du؟ فعل verstehen به معنی فهمیدن یا متوجه شدنه. صرف این فعل به این صورته که ich verstehe، du verstehst، er sie es versteht. این فعل در حالت پرتریتوم به verstand و در حالت پارتیسیپ سوای به hat verstanden تبدیل میشه. کلمه بعدی کلمه دو به معنی تو، ضمیر دوم شخص مفرد. Verstehst du؟ آیا متوجه میشی؟ Verstehst du؟ درس 10 تا جمله و عبارت بسیار رایج و پرکاربردی در آلمانی روزمره رو با هم کار کردیم و تمرین کردیم. امیدواریم طبق روشی که در این کلیپ خدمت شما بیان شده تمرین کرده باشید تا به توانمندی و سطح خوبی برسید. بی نهایت سپاسگزاریم برای همراهیتون. آرزوی تندرستی، خرسندی، شادی و شادکامی داریم برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید.